عناوین اصلی: روسیه اوکراین با موشک آمریکایی پل کورسک را هدف قرار داد. قدیروف خودروی تسلا را به ماشین جنگی تبدیل کرد. روسیه اوکراین در حال برنامه‌ریزی حرکت تحریک‌آمیز در نیروگاه هسته‌ای کورسک است. و روسیه اوکراین را به بمباران نیروگاه اتمی ژاپوروژیا متهم کرد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. روسیه اوکراین را متهم کرده است که از راکت‌های غربی احتمالاً ساخته ایالات متحده برای هدف قرار دادن یک پل استراتژیک بر روی رودخانه سیم در منطقه کورسک استفاده کرده است که منجر به کشته شدن داوطلبانی شد که سعی در تخلیه غیر نظامیان داشتند. نیروهای اوکراینی روز جمعه به پلی در منطقه گلوشکوفسکی کورسک حمله کردند و آن را هدف قرار دادند. ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در تلگرام گفت برای اولین بار منطقه کورسک مورد اصابت موشک‌های ساخت غرب، احتمالاً موشک هیمارس ساخت آمریکا قرار گرفت. در نتیجه حمله پل به طور کامل تخریب شد و داوطلبانی که به جمعیت غیر نظامی برای تخلیه شهر کمک می کردند کشته شدند. خبرگزاری تاس روسیه اسامی دو داوطلب را منتشر کرد که به گفته آنها در این حمله کشته شدند. مقامات روسیه همچنین گفتند که تخریب این پل مانع از خروج غیر نظامیان از منطقه می شود. حمله اوکراین به کورسک تنها چند ماه پس از آن صورت می گیرد که ایالات متحده و چند تن از متحدان ناتو در ماه می گفتند که به کیف اجازه دادند از سلاح‌های خود برای حمله به اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. بمباران این پل دفاع از منطقه در برابر پیشروی‌های اوکراین و دسترسی به تجهیزات را برای نیروهای روسی دشوار می‌کند. قدیروف خودروی تسلا را به ماشین جنگی تبدیل کرد. رمضان قدیروف رهبر منطقه چچن روسیه امروز شنبه ویدیویی از خود در حال رانندگی تسلا منتشر کرد. او چیزی شبیه به یک مسلسل در بالای ماشین تسلا نصب کرده است و میگوید که آن را به منطقه درگیری با اوکراین میفرستد. قدیروف که به خاطر شیرینکاری‌های تبلیغاتی عجیب و غریب شهرت دارد، از خودرو و ایلان ماسک مدیر اجرایی تسلا تمجید کرد و او را قوی‌ترین نابغه دوران مدرن خواند و ماسک را به چچن دعوت کرد. روسیه اوکراین در حال برنامه‌ریزی حرکت تحریک‌آمیز در نیروگاه هسته‌ای کورسک است. خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد روسیه امروز شنبه اوکراین را به برنامه‌ریزی برای حمله به یک نیروگاه هسته‌ای در منطقه کورسک که نیروهای اوکراین وارد آن شدند متهم کرد. همچنین وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد در صورت اجرای برنامه‌های مجرمانه توسط کیف در نیروگاه هسته‌ای کورسک اقدامات نظامی و فنی بسیار جدی اتخاذ خواهد شد. وزارت دفاع روسیه تاکید کرد اقدامات کیف با حمایت حامیان غربی آن نقض مستقیم کنوانسیون بین‌المللی در زمینه مبارزه با اقدامات تروریسم هسته‌ای ارزیابی می‌شود. اوکراین در واکنش به این خبرها آن را تبلیغات دیوانه‌وار خواند. روسیه اوکراین را به بمباران جاده نزدیک نیروگاه اتمی ژاپوروژیا متهم کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، مسئولان روسیه نیروگاه اتمی ژاپوروژیا امروز اعلام کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی یک بمب انفجاری را در جاده خارج از نیروگاه پرتاب کرد و کارکنان این نیروگاه را که از این جاده استفاده می‌کنند به خطر انداخته است. روسیه بلافاصله پس از تهاجم تمام عیار به اوکراین در فوریه 2022، کنترل نیروگاه ژاپوروژیا در اوکراین، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را در اختیار گرفت. این نیروگاه خاموش است و مسکو و کیف بارها یکدیگر را به اتهام تلاش برای خرابکاری در آن و به خطر انداختن ایمنی نیروگاه متهم کردند. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو را لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.